بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین کتاب شریف کافی قسمت سی سد و هفتاد و دوم در تاریخ و احوال و معجزات امام کاظم علیه السلام حدیث پنجم که حدیث 1286 این کتاب با این شماره گذاری می شود ان یعقوب ابن جعفر قال کنتو عند ابی ابراهیم علیه السلام و اتا رجل من اهل نجران الیمن من الرهبان و معهو راهبتون یعقوب ابن جعفر میگه من در خدمت امام کاظم علیه السلام بودم که مردی از اهل نجران یمن آمد که از راهب ها و علما و عبادت کنندگان مسیحی بود و با ایشان راهبه و زنی هم در چنین حالی بود فاستعذن لهما الفضل بن سوار. فضل ابن سوار برای این دو نفر از امام علیه السلام اجازه حضور گرفت فقال له اذا کان غدن فات به ما عند بئر ام خیر حضرت به ایشان فرمودند که فردا که شد اینها را ببر در محل چاه ام خیر قال فوافینا من الغد فوجدنا القوم قد وافوا فامر به خصفت بواری گفتش که فردا شد و ما به اون محل رفتیم و دیدیم که اون قوم و اون گروه و اون دسته که این دو راهب به هم با ایشان بودند اینها آمدن در محل وعده و حضرت اونجا دستور دادن که اون بوریاهایی که بافته شده بود از همون برگ درختان نخل و اینها را آماده کردند و اونجا فرض کردند و انداختند ثم جلس و جلسو فبدعت راهبتو بالمسائل فسألت ام مسائل کثیره پس حضرت نشستند و اونها و هم در خدمت حضرت نشستند پس آن زن دانشمند و عبادت کننده مسیحی اون راهبه شروع کرد به پرسیدن از مسائلی و مسائل فراوانی را از حضرت پرسید کل ذالک یجی بها و امام علیه السلام تمام سوالات او رو جواب دادند و سأله ابو ابراهیم علیه السلام عن اشیاء لم یکن اندها فیه شیعون بعد حضرت شروع کردن سوالاتی از اون زنی که دانشمند و راهبه مسیحی حساب میشد شد پرسیدن و او هم هیچ جوابی نداشت ثم اسلمت اینجا بود که ایشون اسلام آورد ثم اقبل الراهب و یسالو فکان یجیبو فی کل ما یسالوه بعد اون راهب مرد شروع کرد به پرسیدن و حضرت همچه جواب میدادند به تمام سوالات او فقال راهب قد کند و قوی آن دینی و ما خلفت احدا من النصارى في الارض يبلغوا مبلغي في و لقد قد سمعت برجل في الهند بعد اون مرد راهب گفتش که من در دین خود خیلی قوی بودم و بر امر مطلب و اعتقاد خود بسیار متسلب و حساس و دنبال کننده و هیچ که از بزرگان و دانشمندان نصارا را در زمین نگذاشتم و ندیدم که به اندازه من علم و دانش در این باره داشته باشد و من از همه اینها که رها کردم و بر اونها و گذشتم و دیدم داناتر و عالمتر و دانشمندترم و شریدم که در هند مرد خاصی هست و احوال خاصی دارد اذا شا حج الى بیت المقدس فی یوم و لیله هر زمان که اراده کند به حج بیت المقدس می رود در شب و روز و در روز و شب میره و بر میگرده سوم یر جایلا منزلی به عرض الهند بعد میاد در خانه خود در هند در یک روز تمام این مسیر را قدرت داره و علم و دانشی داره که میتونه بره و طی کنه و برگرده فسألتو عنو به ای عرض هو لذا پرسیدم از این آن که این در کدام سرزمین و کدام محل زندگی می کند فقیل علی انهو به سبزان به هم گفتند که در محلی هست به نام سبزان و سألتو تولدی اخبرانی و از اون کسی که این راه نمایی رو من کرد سوالاتی کردم و احوالی پرسیدم فقال او به هم گفت که هو علم الاسم الذي ظفر به آصف صاحب سلیمان لما عطا به عرش سبا گفتم این چطوریه که این قدرت را دارد که در یک شبانه روز میرود به بیت المقدس و برمیگرده گفت این اون اسمی را که آصف ابن برخیا که همنشین سلیمان بود و وسیج سلیمان بود اون اسم اعظمی را که آصف داشت و با آن تخت ملکه سبا بلقیس را در کمتر از چشم به هم زدنی آورد خدمت حضرت سلیمان این اون اسم رو بلده و اون دانش رو داره و هو الذی ذکره الله لکم فی کتابکم و این داستان همون داستانی است که خدا در کتابتون بیان کرده است که آسف ابن برخیا چونین قدرتی داشت و لنا معشر الادیان فی کتبنا و البته در کتابهای ما گروه دینهای دیگه مسیحی یهودی اینها هم این داستان را خدا برای ما بیان کرده که وسیع موسی چنین قدرت و چنین معجزه داشت فقال له ابو ابراهیم علیه السلام فکم لله من اسم لا یرد بعد امام کاظم علیه السلام بهش گفتن خب مگر خدا چند تا اسم دارد که اون اسمها اسم ها اسم اعظم اسمی است که با اونها خدا دعا رو مستجاب میکنه و دیگه مطلبی را که با اون اسم ها خدا خوانده شود رد نمی کنه اون اسم چند تاست فقال الراهب الاسماء کثیرتون راهب گفت اسم ها زیادن فاما المحتوم من هلذی لا یرد و سائلو فسبعتون خدا اسم زیادی داره اما اون اسمهایی که حتمی است که دیگه اگر کسی به اون اسم خدا رو بخونه رد نمیشه اونا هفته هاست فقال له ابو الحسن علیه السلام فخش برنی اما تحفظ منها حضرت همون خب بگو ببینم چند تا شد تو حفظی و بلدی و میدونی قال راهب راهب گفت لا والله الذي انزل التورات على موسى وجعل عيسى عبرة للعالمين وفتنه لشكر اول الالباب وجعل جعل محمدا صلی الله علیه و آله و سلم و رحمتا و جعل علی علیه السلام عبرتا و بصیرتا و جعل من نسلی و نسل محمد ما عدری؟ گفتش که به خدایی که تورات رو به موسی نازل فرمود و عیسی را سبب اعتبار و اعتقاد و شناخت مردم و عالمیان قرار داد و فتنه قرار داد و امتحانی قرار داد برای اینکه ببیند اهل عقل و فکر و اندیشه صائب و درست و کامل کیانند که نعمت وجود عیسی را و اپیامبران و انبیا را شکر گذارند و قرار دار حضرت محمد را برکت و رحمت و علی علیه السلام را عبرت و سبب اعتبار و فهم و درک مردمان و بصیرت و آگاهی و هدایت قرار داد و اوسیا را از نسل آن حضرت و نسل آن حضرت محمد قرار داد من چه میدونم که این اسامی چیه ولو در ایتو محتاج تو فیه الا کلامه که ولا جئتو ولا سألتو من این اسم ها رو بلدم اگر من این اسم ها رو بلد بودم که دید نیاز نداشتم بیام از شما بپرسم همسخن با شما بشوم و این همه راه بیام و از شما بپرسم فقال له ابو ابراهیم علیه السلام اد الى حدیث الهندی امام علیه السلام فرمودن خیلی خوب برگرد و دنباله داستان اون شخص هندی را بگو فقال له الراهب فقال له الراهب و سمعت به هذه الاسماء ولا ادري ما ها ولا شرایحها ولا ادري ما هي ولا كيف هي ولا بدعائها گفت که من شنیده این اسم این ها را من شنیده ام این اسامی و اسم الهی را ولی من حقیقتش رو نمیدونم اسرارش رو نمیدانم بطنش را نمیدانم شرحش را نمیدانم و اینکه اینا چه جوری هست و چگونه باید با اینها خدا را خوان چه شرایطی داره که خدا دعات رد نکنه من اینا رو بلد نیستن فانطلق تو حتی قدم تو سبزان الهند لذا حرکت کردم و رفتم به سبزان هند نزد آن شخص هندی فسأل تو عن الرجل از این آن پرسیدم که چون این شخصی کجا زندگی می کند و عادتش کجا فقیل لی انهو بنا دیرن فی جبل فسار لا یخرج و لا یرا الا فی کل سنت مرتین گفتند که این یک دیری محل عبادتی در کوه فلانی در یک کوهی قرار داده برای خودش و اونجا ساخته و در سالی دو بار بیشتر بیرون نمیاد و دو بار بیشتر کسی اونو نمیبینه و زعمت الهندو ان الله فجر له عینا فی دیره و این اهل هند چونین در گمان و اعتقاد خود دارند که خدای تبارک و تعالی برای او چشم ای را در اون دیر و محل عبادتش جوشانده است که از اون استفاده میکنه و زعمت الهندو انه یزرع له من غیر زرع یلقی و این هندی ها معتقدند که این آقا براش گیاهان و میوه ها و چیزهایی که میخواد سبز میشود و خدا براش میرویاند بدون این که این بره و چیزی را زراعت کنه و تخمی در زمین بکاره و یحرت له من غیر حرف یعملو و کشاورزی میشه براش و این گیاهان و سبزیجات و میوه ها و درختانش براش چیه؟ مواظبت میشه و بدون اینکه خودش بره زحمتی بکشه فنتهی تو الباب تو لا ادق الباب ولا اعول جلباب منم حرکت کردم رفتم در خانه ایشان و سه روز اونجا موندم و, و نه در میزدم و نه در پی این بودم که در را باز کنم فلما کانل یوم رابع وقتی که روز چهارم شد فتح الله الباب خدا در را باز کرد و جاعت بغرتون علیها حطبون تجر رو زرعها یک گاوی پیدا شد و ظاهر شد و آمد که بر پشت او هیزم بود و سینه های او پرشیر کشیده می شد یک ها دو یخرج و مافی زرعها من اللبن آنچنان سینه های او پرشیر بود که انگار میخواست شیرها بیرون بریزد فدفعت الباب فنفتح این گاو در را فشاری داد و در باز شد فتبعتا و دخلتو فوجدت الرجل قائما یندر الى السماع فیبکی و یندر الى الارض فیبکی من داخل شدم و دیدم این شخص را که اونجا قیام کرده و ایستاده هی به آسمان نگاه می کند و گریه می کند و عشق می ریزد و هی به زمین نگاه می کند و گریه می کند و عشق می ریزد و یعنی الجبال الالجبال فیبکی و به این ها نگاه می کند و اشک می ریزه فقل تو سبحان الله ما اقل ذر فی دهر هاذا. گفتم سبحان الله چقدر امسال تو در زمان ما کم پیدا می شوند که این گونه در درگاه خدا خصوصیاتی داشته باشند و مثلا فرشتگانی در خدمت او باشند کارهای او را انجام بدن و او در عبادت و گریه و در احوال خاص خودش باشد فقال لی والله ما انا الا حسنت من حسنات رجل خلفت او ورا ظهرک هم گفت که نه به خدا قسم من یکی از حسنات اون شخص بزرگواری که تو او را رها کردی هم حساب نمیشوم در مقابل او من چیزی حساب نمیشم فقلت له اخبرت ان عندك اسما من, من اسماء الله تبلغ به في كل يوم وليله بيت المقدس وترجع الى بيتك به من خبر دادن و به من گفتن که تو اسمی از اسماء الله را داری و میشناسی که در هر روز و شب با اون به بیت المقدس میرسی و اونجا را زیارت میکنی و برمیگردی به خونه خودت فقال لی و هل تعرف بیت المقدس بهم گفت که تو اصلا میدونه بیت المقدس چیه کجاست فقلت لا اعرف الا بیت المقدس الذي بالشام گفتم من بیت المقدسی نمیشناسم الا همونی که در شام هستش قال لیس بیت المقدس ولکنه البیت المقدس و هو بیت آل محمد علیه السلام گفتش که نه اون بیت المقدس نیست ولکنه البیت مقدس یا البیت المقدس ولکنه البیت المقدس بیت المقدس نه البیت المقدس بیتی که صفت او چنین کریمانه و با عظمت است و ها بیت آل محمد این همون خانه آل محمد علیهم السلام است نه اونی که تو شامه فقلت لو اما ما سمعت بهی الى یومی هذا فهو بیت المقدس گفتم ولی اونی که ما تا شنیدیم همون بیت المقدس است که در شام است فقال لی تلک محاریب الانبیا و انما کان یقال لها حظیرت المحاریب گفتش که اونی که در شامه اونجا محراب انبیاز و انبیا در اونجا محل نمازشون بوده و نماز میخواندهاند که بهش حضیرت المحارب هم گفته میشه یعنی اون محلی که دورش بسته شده و حفظ شده و هم مشخص شده و محارب در اونجا وجود دارد حتی جاعت الفترت التي كانت بین محمد و عیسی صلی الله علیه و قرب البلاء من اهل شرک و حلت النقمات في دور الشياطين فحولوا و بدلوا و نقلوا تلك الاسماء گفت بله اونجا محراب انبیا بود تا زمانی که همون حزیره و محل حفاظت شده و مشخص شده برای محراب انبیا تا زمانی که اون فاصله بین محمد و عیسی در رسید صلی الله علیه ما و بلا بر اهل شرک نزدیک شد و دورانشون تمام شد که باید نور هدایت الهی بیاد و باطل اینها را از بین ببره و نقمت ها و عذاب های خدا در خانه های شیاطین افتاد پس حولو و بدلو و نقلو تلک ما و اینها آمدند و اون اسما و اون محلها و اون روش انبیا و اون اسامی که نزد انبیا اون اسامی مقدسی که نزد انبیا بود اینها رو همه رو تحریف کردند و تغییر دادند و تبدیل کردند و هو قول الله تبارک و تعالی و این همانت که خدای تبارک و تعالی میفرماید البته البتن لعال محمد و زهر مرسلون البته این آیاتی که من میخونم باطنش و واقعش و درونش و حقیقتش محمد آل محمد علیه السلام هستند اما ظاهرش مثال است که خدا زده و اسامی رو نام برده که این منافقین و کفار و ملاحده و زنادقه نیان قرآن رو از بین ببرند و الله حقیقتش و بطن این آیات و اسامی آل محمد علیه السلام که هر کس قرآن را از اهل بیت جدا کرد از اینها محروم می شود و هر کس قرآن را تمسک کرد از طریق اهل بیت علیه السلام و بیان و هدایت اهل بیت علیه السلام به حقیقت میرسه این یه الا اسما اون ها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان که خدا میفرماید اینا نیست مگر اسمایی که خودتون نامیده تحریف کرده اید باطلش رو کنار گذاشته اید اسمایی خودتون جعل کردید اید را ساختید و به جای اهل بید علیه مسلم گذاشته اید و اینا رو پرستش می کنید نه اینکه از طریق اهل بید بیایید و هدایت شید و خدا را پرستش کنید شما راه رو برای خودتون خودتون انتخاب کردید خدا در مورد اینا سلطان و حقیقت و هدایت و ارزش قرار نداده است فقل تو لو انی قد ضربت الیک من بلد بعید تعرض تو الیک بهارا و غموما و هموما و خوفا و اصبحت و امسیتو الا و اسبحت و امسیت و الله اکون ظفرت به حاجتی گفتم من این همه راه دور را کوبیدم و آمدن خدمت تو رسیدم و دریاها و دشتها ها و غم و اندوه ها و گرفتاری و ابرها و ترس و بیم و اینها رو همه رو زیر پا گذاشتم پشت سر گذاشتن و صبح و شب کردم ناامید از اینکه مبادا به حاجتم نرسم و تو رو پیدا نکنم فقال علی ما ارا امک حملت بک الا وقد حضرها ملک کریم بهم گفت که من چنین میبینم که مادر تو حامله باردار به تو نشد الا این که یک ملک و فرشته کریم و بزرگواری خدمت او آمده است و تو شخصی بوده ای که در حضور ملکی مادرت باردار شده است و تو را به دنیا آورده است که چون این توفیقی پیدا کرده ای که بیایی و من تو را به آل محمد علیه السلام هدایت و راه نمایی کنم ولا اعلم ان ابا کحین اراد الوقوع به امک الا و قد و جاها علا طهر و فکر نمی غیر از این باشد که پدر تو زمانی که میخواست است تو را نطفه گذاری کند به مادرت و تو به دنیا بیایی قوصل کرده اقتصال کرده پاکیزه بوده و در حالت طهر و پاکی مادر و پدر تو مواقعه با مادرت واقع شده ولا از اما الا انو خد کان درست از صفر ولا از اما الا انو خد کانه درست از صفر رابع من سهرهی لذاله و فکر نمی کنم جز این باشد که ایشان حتما صفر رابع و چهارم از مثلا تورات را در اون بیداری ها و عبادت های شبانه خوانده است و این توفیقات رو داشته است که فرزندی مانند تو نصیبشان و روزیشان شده است فخوت ملهو به خیر ارجع من حیث و جد لذا چون این عاقبت نیکویی برای ایشان و تو رقم خورده است برو از همون جایی که آمدی برگرد اونجا چرا آمده پیش من در هند فانطلق حتی تنزل مدینه محمد صلی الله علیه و آله علی برو تا برسی به مدینه پیامبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله علی و دنباله روایت ان الله جلسه بعدی و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد